درود به همه. مجنون اینجاست با یه ویدیوی دارک جدید با موضوع جادو. این صرفاً یه ویدیوه، نه اعتقاد من. پس لطفاً توی کامنت ها سرویس هم نکنید. البته این خطاب به متعصبینیه که فقط یک زاویه رو میبینن و بجز اون زاویه از زاویه دیگری نمیتونن ببینن. عشق قلبی من به تمام شمایی که منو قضاوت نمی کنید، به اکثریت. عشق من به تمام کسانی که هیچ وقت قیمه ها رو توی ماستا نمی ریزن. سابسکرایبر ها در حال آن سابسکرایب شدنن. کامنت انگلیسی بذارید حتما. سابسکرایب و لایک رو هم بکوبید تا بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. جادو چیه؟ به چه کسی میگن جادوگر؟ سحر یا جادو به مجموعه ای از اعتقادات یا آیینها یا کارهایی گفته می شود که طبق ادعاها به وسیله اون میشه نیروهای طبیعه یا ماوراءالطبیعه رو دستکاری کرد. و جادوگر کسیه که ادعا میشه بعد از گذروندن دوره‌های آموزشی سخت و کلی آزمون و خطا مهارتی کسب میکنه که میتونه با اون مهارت نیروهای طبیعه و ماوراءالطبیعه رو دستکاری کنه. در حال حاضر، یعنی توی قرن 21، علم جادو رو به شکل کلاسیکش قبول نداره، اما مذهب جادو رو قبول داره، مثل خیلی چیز باور نکردنی دیگه که قبولش داره. در حال حاضر دانشگاه‌هایی هستن که در حال تدریس علوم غریبن، اما نه به شکل سنتی. یعنی اینجوری نیست که تو بتونی بری یه دونه تلس بگیری بر خارشوهرت یا دعای محبت بگیری که یکی عاشقت شه. نه، از این خبران نیست. درس عملا دارن تدریس میکنن. تو این دانشگاه ها تحقیقات و آزمایش ها و تجارب ثابت شده گذشتگان رو به دانشجوها تدریس میکنن. پس اگه تو فکر این هستی که شیخ کلاهبردار روستاتون بشی، نمیخواد بری تو این دانشگاه. یه چیز جالب در مورد جادو من فهمیدم اینه که توی همه دنیا، توی باور همه مردمان دنیا، کسی که جادوگره، مردم فکر میکنن که ارتباط داره با شیاطین. یعنی باور دارن که ارتباط با شیاطین میتونه منجر به جادوگر شدن بشه یا جادو کردن بشه. در واقع از زمان باستان جادوگری یک کار شیطانی به حساب میومد. و یه چیز عجیبتر و جالبتر اینه که در قاره آمریکایی که هنوز کریستوف کلمب کشفش نکرده بود تا کتابهای مقدس این ور زمین رو به عنوان تحفه ببره بهشون بده، قبل این ماجراها اونا خودشون جادو داشتن، جادوگر داشتن و اتفاقا اونها هم معتقد بودن که جادوگران با شیاطین در ارتباطن، با موجوداتی شرور در ارتباطن. شاید اونا بهش نمیگفتن شیطان، اما معتقد بودن که با موجودات شرور در ارتباطن. هنوزم که هنوزه کسایی که جادو باورن، به جادو باور دارن، معتقدن که در عالم جادو دو نوع جادوگر داریم: خوب، بد، سفید، سیاه. حالا به سفید سیاهش اشاره خواهم کرد که به اتفاق همشون معتقدن که جادوگرای بد دخالت میکنن تو زندگی مردم، واسه مردم تلس مینویسن و زندگیشون رو به هم میزنن، که معمولا هم به خاطر مانی، به خاطر پول این کارو میکنن. بماند که درصد خیلی بالایی از این جادوگرا کلاه بردارن. فعلا بحث ما در مورد جادوه. اما جادوگرای خوب این تلسمایی که آدم بدا مینویسن رو باطل میکنن. حالا تلسم چیه؟ تلسم معمولا یه سری خطوطه که روی اشیا کشیده میشه، یه سری حروف خاص، جدول بندی های خاص و اشکال خاص. جادو باوران معتقدن که کشیدن این خطوط باعث به هم خوردن نظم زندگی شخص هدف میشه. رایج ترین تلسم ها روی کاغذ کشیده میشن. علتش هم حمل آسونه، بتونن راحت حملش بکنن، بذارن زیر بالشت شخص هدف، بکنن تو جیب کتش، بکنن تو گلدون، یه جایی جاساز کنن. فکر میکنم کسایی که توی ایران زندگی میکنن حداقل یه بار به این مورد برخورد کردن. و یه تجربه بالتر اینه که زنگ میزنی به پیرزن فامیلتون، اونم میگه بندازش توی یه آب روان. فقط شنیده آب رم، مهم نیست جوب، رودخونه، آفتابه. به غیر از این تلسپ های کاغذی، تلسپ هایی هم داریم که روی اجسام سخت اعمال میشه و بعضا در معماری های خونه ها ازش استفاده میشه، مثل نعل اسب. البته این تلسپ ها میتونن هر جایی باشن، روی لباس، کف کفش، توی تتو و روی نماهای ساختمون ها. البته فکر میکنم اینا رو دیگه افراطی ها میگن. کلا جادوگر جماعت در طول تاریخ محبوب نبوده. همونطور که توی کارتونای بچگیامون دیدیم، معمولا جادوگرا یه سری خانوم بودن که روی جارو سوار میشدن و پرواز میکردن، بینی بلندی داشتن، چونه بلندی داشتن، یه کلاه تیز. هالووین. البته این فقط یه نماد واسه توی کارتونه و اینی که میخوام بگم فکته. در سال 1692 در ماساچوست آمریکا و در شهر سیلم قریب به 200 نفر به اتهام جادوگری دستگیر شدن، البته به اتهام جادوگری سیاه. از بین این 200 نفر 20 نفرشون اعدام شدن که خیلی عجیبه، 15 تاشون زن بود و متاسفانه دوتا سگ رو هم اینا اعدام کردن به جرم جادوی سیاه. آخه سگ زبون بسته یزید. یه سوال، مگه اینا جادوگر نبودن؟ مگه با شیاطین و اجنه و اینا در ارتباط نبودن؟ اونجوری هم که ما شنیدیم شیاطین و اجنه و اینا مدام با شخص جادوگر در ارتباطن و بهش اطلاعات میدن. چجوری نرفتن بهش بگن آقا مامورا داره میاد، یا خانم، 15 تاشون خانم بودن دیگه، چرا نیومدن بگن جمع کن بساطتو یا فرار کن، مامورا دارن میان جادوگرا رو جمع کنن؟ اینجا سوال پیش میاد. و همینطور مامورین قانون، اینا دیگه بدتره. تو به عنوان مأمور قانون که قبول داری جادوگری وجود داره، علم غیبی وجود داره و میتونن تلپاتی با هم ارتباط برقرار کنن، شک نکردی وقتی رفتی دیدی یارو روحش هم خبر نداشت و دستگیرش کردی؟ شک نکردی که این جادوگر نیست؟ واقعا عجیبه. فهمیدن اینا قدرت غیبی ندارن و اعدامشون کردن. از جادوی سیاه حرف زدیم. جادوی سیاه چیه؟ جادوی سیاه یعنی استفاده از قدرت‌های ماوراءالطبیعه برای مقاصد شیطانی و خودخواهانه. من خیلی شنیدم، خیلی، که میگن سران جمهوری اسلامی با جادوی سیاه بوده که مملکت رو تا الان نگه داشتن. خیلیا که دوز خرافاتشون بالاست میگن توی آب شهری یه چیزایی میریزن که جادومون کنن. اینو خیلی شنیدم، حدس میزنم شما هم شنیدید. خیلی ها سیاهی هایی که الان در فضای شهری و حتی روستایی ایران حکم فرماست رو هم به جادو ربط میدن، به تلسم ربط میدن. یه آدمی که واقعا ازش انتظار نداشتم، یه آدم خیلی ثروتمند، نمیتونم اسمشو بگم، یه آدم معتبر که از نظر علمی نمیگم، اشاره نمیکنم تا معلوم نشه کیه. من جا خوردم موقعی که اینو گفت. به من گفت که سران رأس حکومت هر سال دارن تلسم جدید میگیرن واسه ایران، واسه همون مرزی که اون گربه ها رو تشکیل داده. وقتی علتش رو پرسیدم گفت برای نفت، برای پول نفت. اما به نظر من زمانی که قد یه مملکت آدم داشته باشی که به جادو و جنبل و اینجور چیزا باور نداشته باشن و این چیزها رو رها کنن و به جای متوسل شدن به اینجور چیزا تلاش کنن و سعی کنن روان سالمتری داشته باشن و سعی کنن آدمای باحالتر و سالمتری رو پیدا کنن برای زندگی کردن باهاشون، حتی اگر جادو واقعیت هم داشته باشه کاری از پیش نمیبره. من بارها و بارها گفتم خرافات و ادیان افراطی برای کنترل اذهان مردم جهان سومی طراحی شده تا مردمی که غرق این بحث‌های حاشیه‌ای‌ان به مسائل رئال، حقیقی، قابل حل و تأمل فکر نکنن. چرا؟ چون وقتی سر این مردم گرمه، کسی که میخواد کاسبیشو بکنه خیلی راحت کاسبیشو میکنه. کاسبی چی بود؟ نفت، پول. نفت داره مفت از کشور خارج میشه به مقاصد نامعلوم که میشه حد زد، کره شمالی، چین، روسیه. اما خیلی از مردم سطحی نگر درگیر اینن که مسحشون رو چجوری بکشن، تا کجا بکشن، با کدوم دستشون برای وضو گرفتن رو اون یکی دست آب بریزن، چپ رو راست یا راست رو چپ. این اصل ماجرا بود. همونطور که جادوی سیاه هم داریم، جادوی سفید هم داریم. جادوی سفید چیه؟ نقطه مقابل جادوی سیاه برای باطل کردن جادوی سیاه. به جادوگرای سفید ویکا میگن. قانون اصلی ویکاها اینه که اگر قراره به کسی آسیب نرسونی، آزار نرسونی، هر کاری دوست داری انجام بده. جادو کن آقا. جالبه اسلام و مسیحیت هر دو توی کتابای مقدسشون جادو رو ممنوع کردن یا همون حرام اعلام کردن. اونم نه فقط سیاه، هر نوع جادو. هر نوع جادو توی انجیل و قرآن اکیدن ممنوعه، گناه داره. جیز اخه، آتش جهنم در انتظار جادوگر خواهد بود. من میام این ویدیوها رو اینجوری میسازم، نمیدونم اون اقلیت، اون یه سری هیتر چرا میان تو کامنت ها توهین میکنن. انتقاد کنید، دوستش دارم. توهین نکنید، توهین هم بکنید، نیست به یه سمت، اما نمیفهمم چرا این کارو میکنید. الان اگر این ویدیو رو نفهمیده کسی، واقعا فکر نمیکنم مشکلش از بیان من بوده باشه یا پیچیدگی داشته این موضوع. من حتی توی اون ویدیویی هم که در مورد جن درست کردم، 2 تا ویدیو در مورد جن درست کردم، چند بار تو طول ویدیو میگم آقا اینا خرافاته، اینا توی دسته خرافات قرار میگیره، باور نکنید. حالا اونا که ویدیو بود اومدن توی داستان ترسناکان منو ایت کردن. آقا خجالت بکشید، داستان ترسناکه دیگه. پس برو یقه ژول ورن هم بگیر، بگو فلان فلان شده، تو چجوری رفتی به اعماق زمین. آره نمیشه که علمی تخیلی، حالا تو بگو تخمی تخیلی، ها واقعی نیست. داستان بزرگ نوشته، داستان بخون اونو بعد هیت کن. مقاومت در مقابل فهم فقط مختص یه دین خاص یا یه عده خاص یا مذهبیون نیست. همینی که یه انقدر تعصب داشته باشی یعنی داری در مقابل فهمیدن مقاومت میکنی. فهمیدن اینجوری نیست که به یه چیزی فکر کنی و بفهمی، باید اجازه بدی ورود کنه، تجزیه و تحلیلش کنی، بررسیش کنی، بنا به علم و تجربه‌ای که تا الان کسب کردی قبول بکنی که آیا منطقیه یا خیر. بعد تازه آخرین داستانی که من گذاشتم اصلا رئاله، هیچ چیز سورئالی نداره. نمیدونم منو محکوم میکنن چپی فلانی، چپ و راست به چپ همه. من از سیاست حالم به هم میخوره، با سیاسیون کاری ندارم اصلا. مملکتم 4 تا سیاسی بیلیاقت داره، اندازه سهم خودم برجکشون رو میارم پایین، حقایق رو میگم، ولی تو سیاست ورود نمیکنم. انقدر تهمت میزنی، نه چپی نه راستی. راستی یه چند سالیه که توی فوتبال دنیا، نه فقط فوتبال ایران که میدونم شنیدی، توی فوتبال دنیا مخصوصا آفریقا و کشورهای خاورمیانه یه چیزی خیلی باب شده که جادوگری در فوتبال نام دارد. مدیر یه باشگاه فوتبال با سرمربی به صورت هماهنگ شده با یه جادوگر هماهنگ میکنن تا ببرن بازی رو. به زبان ساده جادوگر یه حرکتی بزنه اینا ببرن. خیلی صحنه‌ها دیده شده، رو خط دروازه آب میریزن، دروازه‌بان جادو میذاره تو دستکشش، جادو میندازه گوشه یه دروازه. خیلی از این اتفاق افتاده. بعضی از مربی‌های با سابقه و با افتخار هم بهش اعتقاد دارن، نمیگم خودشون این کارن، اما دیدن و اعتقاد دارن که شدنیه. عجیب نیست؟ بعضی از شخصیت‌های مطرح فوتبال ادعا کردن جادو کردن جادوگران کادر فنی تأثیر مثبت داشته روی عملکرد تیم، و حتی گفتن وقتی یکی از جادوگرای یکی از تیم‌ها رو اخراج کردن، اون تیم که داشت خوب نتیجه میگرفت اون فصل به دسته های پایین تر سقوط کرد. 7 بازی اول لیگ همه رو بردن. بعد روزنامه نوشتن که آقا این جادوگر داره و در تمرین داشت به بازیکناش میگفت ما نداریم، ما داریم کاری تاکتیکی میکنیم. همزمان آقای جادوگر وارد میشه، از پشت میشنوه. بعد با آقای سرمربی میگه آقا یعنی من تأثیری نداشتم فلان. میگه نه آقا تو نداشتی. میگه از حالا خودت ببر. تیم اوت شد اون سال، با 7 تا برد اول لیگ اوت شد. بحث فوتبال و جادوگری شد. جا داره یاد کنیم از مردترین، انسانترین، فداکارترین و مردمیترین جادوگر کل تاریخ، سلطان علی کریمی. علی کریمی تنها جادوگریه که بهش ایمان دارم و پاهای علی کریمی تنها جادویی بود که از نزدیک با چشام دیدم. داره کار میکنه. امیدوارم لذت برده باشید. نظرتون رو در مورد جادوگری بنویسید. اگه تجربهش رو داشتید یا با چنین چیز مشابهی مواجه شدید، یا اصلا نه به این چیز اعتقاد ندارین و فکر میکنین مزخرفه، تو کامنت ها بنویسید تا با هم بحث کنیم و آگاهی بره بالا. سابسکرایب ها آن سابسکرایب میشوند. کامنت انگلیسی بگذارید، ساب و لایک فراموش نشه. پیش به سوی 100,000 تایی شدن چنل خودتون. شاد، سلامت، آگاه و ثروتمند باشید. چشمنید.